من چینی بنزنم نه اوستای بنا. وقتی میتونی چینی شکسته رو با هم بچسبونی، با همون چیزایی که داری میتونی در این سوراخ هم خوب بگیری. بله بله میشه، اما خرجت هم خیلی میشه، خرجت زیاد میشه میرزا. تو یه کاری کن خیلی نشه، یه جوری حساب کن که مشتریشیم. با سیمگل برات سوراخو میگیرم، کارم خیلی میبره. آره آها، اینی که تو میگی چی هست؟ چیه؟ سفیده تخم مرغ، خاکستر، گل، خلاصه کلام یه ملاته که وقتی درست بشه میشه عینه و فولات. گل و خاکسترش از من، تخم مرغش هم از تو، اینجوری بهتره. مگه من مرغم که توخ بذارم آمیرزا؟ باشه باشه قبول، اما کمتر حساب کنی ها، فهمیدی؟ من که هنوز نگفتم چند میشه که تو داری چانه میزنی. تو مطمئنی؟ آره، اوستا خودش به میرزا گفت سوراخو که با سیمگل بپوشونن دیگه پتکم بهش کارگر نیست. آره خودش گفت هممون از گشنگی میمیریم. آره دیگه کارمون تمومه. ای وای ساکت باشین، ساکت بس کنید دیگه، کیا میخوان دست بکارشن؟ باید کاری بکنیم. میرزا تخم مرغ نداشت رفته بخره، اوستام رفته که خاکستر رو گل آماده کنه. بهتره تا راهو نبستن از اینجا بریم، اینجا موندن دیگه صلاح نیست. بریم. ما هیچ جا نمیریم. آخه دو روزه هممون از گشنگی میمیریم و تلف میشیم. من یه فکری دارم، یه فکر خوب. بگو گوش میکنیم. کسی که اون ملاتو میسازه خودش هم میدونه چطوری میشه از بین بردش. آره میدونه. ساکت باشید، ساکت. فکر خوبیه، برم پیش اوستا بگم تو که این راهو بستی، حالا خواهش میکنم یه لطفی در حق ما بکن و به خاطر ما موشو بازش کن. چطوره، خوبه؟ اون من تو خارجینی که همراهش بود یه چیز شبیه کمون داشت، اما عصایی. درسته، آفرین به تو. چینی بنزن با اون کمونش چینی شکسته رو سوراخ میکنه تا ازش سیم رو رد کنه. پس میتونه سیمگر رو هم سوراخ کنه، درسته؟ بله بله، این راهشی. حالا چرا نمیخندی؟ تا میرزا و اوستا برنگشتن باید کمون به اینجا آورده بشه. من میرم میارمش. یه کارایی از اون برای اوست داره. خیلی خوب، بگم تو خورمور هشت تا تخمور خور خور خاکی سرم که توی اجاق وردش میشتاری چیزی که بس نمیخواد. حالا با دو پیزه رو چهار تا کنم و حسابشو درست میکنم که نکنه اشتباه کنم. آی آی برنه حساب کنم درسته کجاست؟ اشتباه نمیم کارمه دو تا چهار تا بشه آره. با تواسم باشه که خرجم بالا نره. آ
میرزا عجب خاکستری پیدا کردم. یک کیسه خاکستر. خیالت راحت باشه موشا، اگه همه دیوارا رو هم بخورن و بجوان چاره این سیمگل رو نمی کنن. میگم بهتر نیست همه دیوارا رو تا اینجا با سیمگل بپوشنیم. ما بهتر نیست؟ چطوره؟ از عاده خرجش که بر نمی آی. اگه موشا زورشون به این سوراخ نرسید همه دیوارا رو بپوشنیم، یه ذرم خالی نمیذاریم. چی شده آن؟ مثل اینکه تونلو بستن بهادرم مونده اون طرف. چی؟ ببینم بهادر، بهادر بریم بقیه رو خبر کنیم. دست درد نکنه اوستا، بیا بیا اینم پولت. میرزا ای که خیلی کمه، اینم زحمت کشیدم، این خیلی کمه. بقیه شو فردا صبح بیا بگیر. برو 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 تا فردا صبح. برو بابا جان برو. باشه فردا صبح زود میام میگیرم. خدا حافظ. به سلامت. الهی دیگه بر نگردی. بهادر، بهادر. آهای بیا اینجا. خوشحالم. چقدر خوب شد که تو اینجا. چقدر خوشحالم که میبینم بهادر. بسی دیگه نکنی. بده بابا. بیا پسرم. تموم شد. ولی با این 5 دقیقه دیگه من دوباره گشنمه. باید تحمل کنی، معلوم نیست، شاید فردا مجبور باشی به نصف همین اکتفا کنی. اگه خودم جوون بودم الان این راهو باز میکردم. وقتی رئیس گفت باید اینجا رو ترک کنیم شما گوش نکردی. گوش نده. تحمل کن پسرم. باید از خودتون خجالت بکشین، به جای این که به فکر بهادر باشین که اون طرف معلوم نیست چه بلایی سرش اومده، همش از خوردن و شکمتون حرف میزنید. بیاد بیاد یه صدایی میشنوم. ببینیم چه خبره. نه یک کمونی چینی بنزنه. قرار داره باز بیشه. درسته بابا. چیه؟ سوراخو دو مرتبه باز کردن. وای وای تو مقصری، دست توه، پول همه تو باید بدی، باید خسارت بدی، تو باید پول ما رو بدی، تو باید دست ما رو بدی. کاری که بهادر دیشب انجام داد باید در خاطره‌ها بمونه. اون تمام شب و تا نزدیک صبحی وقف کار کرد تا کاری نشدنی رو به سرانجام برسونه و جون همه ما رو نجات بده. همه ما از تو متشکریم بهادر. دوستان کسی که باعث
من نبودم، اون کسیه که همیشه خودش از جب کنار کشیده و شما هم به اون توجهی نداشتین. باید از اون تشکر کنین. خواهش میکنم، من خانوم شما. مخلصی. 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 مخلصی.